وقت بخیر به شما همراهان و دوستان همیشگی. به کانال ما خوش اومدین. امیدوارم که حالتون خوب باشه و ما رو با یک کلیپ دیگه همراهی کنین. اگه شما هم جز اون دست از افرادی هستین که احساس گرسنگی نمیذاره که رژیم بگیرین یا دوست دارین که وزنتون رو کم کنین، با ما همراه باشین تا غذاهایی که پر کالری هستن ولی به کاهش وزن کمک میکنن رو بهتون معرفی کنیم. غذاهای پرچرب و پر کالری لزوماً باعث افزایش وزن شما نمیشن. در عوض مصرف اونها حتی میتونه منجر به کاهش وزنتون هم بشه. اولین ماده غذایی آووکادو. آووکادو سرشار از چربی‌های غیر اشبع، آنتی اکسیدان ها و بتا کاروتن و مصرف اون به بهبود وضعیت حافظه کمک میکنه. کلسترول LDL رو کاهش میده و باعث افزایش سطح کلسترول خوب یا HDL میشه. مصرف آووکادو جلوگیری کننده از بیماری های قلبیه. از اینجا که یک وعده آووکادو میتونه 30 گرم چربی و 322 کالری داشته باشه، شما میتونین 1.5 عدد از این میوه رو مصرف کنین. آجیل ها و دانه ها. انواع آجیل سرشار از چربی های مفید، فیبر و ویتامین ای، منیزیم، روی فولات و پتاسیم هستند. البته باید به این نکته توجه داشته باشین که در مصرف مغزهای خوراکی نباید زیاده روی کنید. بادوم و پسته بیشترین میزان کالری رو دارن. مصرف حدود 23 عدد بادوم یا 49 عدد پسته معادل دریافت 160 کالریه. با تقسیم بندی مناسب و رعایت اعتدال در مصرف میتونین اهداف کاهش وزن خودتون رو با کمک مغزهای خوراکی محقق سازین و به حفظ سلامت کلی بدنتون کمک کنین. روغن زیتون یک بخش اصلی از رژیم غذایی مدیترانه‌ای و مصرف اون به طور مستقیم با کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی و برخی سرطان‌ها ارتباط داره. روغن زیتون خاصیت ضد التهابی داره و مصرف اون برای حفظ سلامت استخون‌ها هم مفیده. یک قاشق غذاخوری روغن زیتون حدود 120 کالری داره. از این رو بهتره از اون به عنوان چاشنی سالاد و برای پخت و پز سبزیجات استفاده بشه. سیب زمینی شاید به دلیل وجود کربوهیدرات سیب زمینی شهرت چندانی در بین مواد غذایی نداشته باشه، اما فراموش نکنین که این ماده غذایی سرشار از آهن، پتاسیم و فیبره. یک سیب زمینی متوسط همراه با پوست 161 کالری داره. سیب زمینی رو به همراه خامه مصرف نکنین. نوع پخته شدن اون همراه با کمی نمک و روغن زیتون یکی از سالم‌ترین وعده های غذاییه. کره بادوم زمینی در هر قاشق غذاخوری تقریبا 94 کالری داره. 4 گرم پروتئین، 8 گرم چربی و 3 گرم کربوهیدرات. کره بادوم زمینی رو میتونیم به راحتی با غذاها مخلوط کنیم. این کره رو میتونیم در انواع مختلف تهیه کنیم. مثلا نوعی که در تکه‌های بادوم زمینی هم هست و یا نوعی که کاملا مخلوط شده. کره بادوم زمینی که طبیعی باشه نشونش اینه. وقتی در قوطی اون رو باز میکنید روغن باید بالاش جمع شده باشه و برای استفاده مجبورید ابتدا اون رو به هم بزنید. یادتون نره که کره بادوم زمینی رو باید در یخچال نگهداری کنید. و در انتها تخم مرغ. یک تخم مرغ دارای 70 کالریه. چربی موجود در تخم مرغ منبع قابل توجهی از انرژی را برای بدن مهیا میکنه و همینطور میزان تستوسترون را افزایش میده. تخم مرغ حاوی سطوح بالایی از اسیدهای چرب امگا 3 که به انعطاف مفاصل و سلامت سلولهای بدن کمک میکنه. علاوه بر اون دارای کولینه که در زرده تخم مرغ پیدا میشه. کولین باعث کاهش ساخت چربی در قلب میشه و به بازسازی سلول ها کمک میکنه. همینطور مشخص شده روی خلق و خو هم تاثیر داره. طبق روال معمول مرسی که ما رو تا پایان کلیپ همراهی کردین.